وقتی خورشید طلوع میکنه و آسمان تاریک روشن میشه و در واقع یه روز جدید واسه مردم شروع میشه، این خیلی توش امید هست. امید بچه اینه که بزرگ بشه، امید راننده تاکسی اینه که چراغ سبز بشه، برای منم امیدم اینه که پیپرمو سابمیت کنم و اکسپت بشه. برای من امید یادآور داستان حضرت موسی است، زمانی که توی اون بیابون تاریک گم شده بودن و با دیدن اون رو برای پیدا کردن یه راهنما حرکت کردن. من یادم میاد ما یه گلی داشتیم که زمستون که هوا سرد بود خشکید و بهار بعدش همون دونه هایی که ازش مونده بود اونها خودشون رویدن و یه گل جدید به وجود آوردن. به نظر من امید یعنی این که کاری که من امروز انجام میدم برای این که فردایی که من نیستم ثمر بده. امید یعنی دیدن صورت نورانی مادر از یه فاصله. من وقتی بحث امید میشه یاد داستان حضرت یوسف میافتم و این شعر حافظ که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. دنیای امروز مشکلات زیادی داره، مثل فقر مردم آفریقا یا ظلم و ستمی که به مسلمان ها میشه و جنگایی که تو خاورمیانه هست یا فساد اخلاقی غرب. توی دنیایی که حق رو به باطل آمیختن، توی این دنیای آدمای گم شده، توی این مسیر غبارآلود پیدا کردن حق، به نظرم بزرگترین امید امید رسیدن به حق. حالا هم که امام زمان بزرگترین گم شده من، در کنار داور فرج سعی می‌کنم خودم آماده کنم به امید اینکه سرباز کوچیکی برای حضرت باشم.